بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری ساعت 10 از تلویزیون تمدن خوش آمدید. حمل و نقل به گونه آزمایشی از طریق خط آهن هرات خواف آغاز شد. اداره خط آهن کشور اعلام کرد که اولین قطار از جمهوری اسلامی ایران حامل 655 تن بار موفقانه به ایستگاه روزنک در هرات رسیده است. اداره خط آهن گفته که حرکت این قطار آزمایشی بوده و در روزهای آینده قطار دیگر نیز به ایستگاه روزنک خواهد رسید و پس از آن روند عادی انتقالات جریان خواهد داشت. خط آهن هرات خواف در کنار فراهم کردن فرصت‌های کاری افغانستان را با ترکیه و اروپا و از طریق بندر چابهار با هند وصل می‌کند. روزنامه دان پاکستان در گزارش نوشته که با وجود وعده‌های مقامات پاکستانی مبنی بر افزایش مبادلات تجاری با افغانستان، از مسیر ترخم میزان تجارت از طریق این گذرگاه کاهش یافته است. این روزنامه پاکستانی به نقل از آمار رسمی گزارش داده که حجم مبادلات از 1.3 میلیارد به 800 میلیون دلار کاهش یافته. با این حال در سفر نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنایع به پاکستان، او با مقامات پاکستانی درباره رفع موانع تجاری میان دو کشور، ساده سازی رویه ها و مقررات بازرگانی صحبت کرده است. بریتانیا به شهروندانش از سفر به افغانستان هشدار داده است. حکومت بریتانیا در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار وخیم خوانده و به شهروندانش گفته سفر به این کشور بسیار خطرناک است. در این اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی در افغانستان به ویژه در اطراف میدان هوایی کابل و مراکز مذهبی وجود دارد. وزارت انرژی و آب تفاهم‌نامه تولید 200 مگاوات برق از منابع بادی را با یک شرکت ترکی امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه شرکت ساختمانی 77 ترکی 200 مگاوات برق از منابع بادی را در 2 سال آینده در ولایت هرات تولید خواهد کرد. با این حال سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید اگر در بخش تولید برق از منابع بادی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، ولایت حوزه جنوب غرب ظرفیت تولید حداقل 1600 مگاوات برق را خواهد داشت. حدود 100 تن از بانوان از یک دوره آموزشی 6 ماهه صنایع دستی در کابل فارغ شدند. آنان میگویند مهارت‌های لازم کسب کردند و خواهان فراهم شدن زمینه کار هستند. اتاق تجارت زنان نیز گفته بانوان نقش مهم در رونق اقتصادی داشته و برنامه‌های حمایتی برای آنان روی دست دارند. به دنبال عادی سازی روابط جهان عرب با سوریه، عربستان سعودی اعلام کرد دیپلمات‌های این کشور کار خود را در دمشق از سر خواهند گرفت. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ریاض تصمیم گرفته که مأموریت دیپلماتیک خود را در سوریه احیا کند. عربستان یک دهه پیش دیپلمات‌های خود را از سوریه خارج کرده بود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی هم چند هفته پیش برای نخستین بار زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 در دمشق با هم دیدار کردند. این بود بسته خبری ساعت 10 تقدیم شما گردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.